آنگلا کانتا قربانی حضور ستاره‌های جدید در باشگاه چلسی، ریکورد شکنی تاریخی رئال مادرید در لالیگا، ترس از منچستر دلیلی عجله بارسلونا برای تمدید با آنسو فاتی. در ادامه با ورزش پلاس باشید و برای تازه ترین اخبار ورزشی کافی است که کانال ما را سابسکرایب کنید. بر اساس ادعای تایمز، باشگاه چلسی قصد دارد برای تأمین بودجه نقل و انتقالات هافبک فرانسوی خود یعنی آنگلا کانتا را به فروش برساند. این در حالی است که آنگلا کانتا 20 بازی از 42 دیدار چلسی در این فصل را به دلیل مصدومیت از ناحیه همسترینگ زانو و مچ پا از دست داده است. این موضوع باعث شده که متیو کوواچیچ و جورجینو در غیاب این بازیکن همکاری خوبی در میانه زمین تیم لندنی با یکدیگر داشته باشند. اگرچه هافبک فرانسوی اخیراً به تمرینات چلسی بازگشته، اما طی هفته‌های گذشته صحبت‌های زیادی درباره جدایی احتمالی او از جمع آبی‌های لندن شنیده شده است. از طرف دیگر، باشگاه چلسی در نقل و انتقالات بسیار فعال ظاهر شده و تا با اینجا حضور حکیم زیاش و تیم ورنر را قطعی کرده است. بر اساس ادعای نشریه تایمز انگلیس، اما خرید زیاش و ورنر پایان کار چلسی در نقل و انتقالات نخواهد بود و فرانک لمپارد قصد دارد یک یا دو بازیکن دیگر را برای تقویت تیمش جذب کند. با این وجود، باشگاه چلسی برای این کار به بودجه زیادی احتیاج دارد و باید برخی از بازیکنان خود را به فروش برساند. در همین رابطه نیز نشریه تایمز مدعی شده که آنگلا کانتا در لیست فروش چلسی قرار گرفته و احتمال فراوان در پایان این فصل این تیم را ترک می‌کند. در همین حال، با گلی که مارکو آسنسیو شب گذشته وارد دروازه والنسیا کرد، یک رکورد جدید در تاریخ لالیگا به ثبت رسید. به نقل از نشریه آس اسپانیا، رئال مادرید شب گذشته توانست با 3 گل بر والنسیا پیرو شود و خود را به 2 امتیاز بارسلونا در صدر لالیگا نزدیک کند. در این بازی رئال مادرید یک نیمه را بدون گل برخکن رفته، ولی در نیمه دوم کریم بنزما دوبل می کند و مارکو آسنسیو هم پس از 330 روز به میدان برگشته بود، در اولین لمس توپش روی پاس فرلان مندی توانست که گلزنی کند. به این ترتیب حالا 20 بازیکن مختلف رئال مادرید توانستند فصل جاری در لالیگا گلزنی کند که در تاریخ این رقابت ها بی سابقه می باشد. باید افزود از 25 بازیکن حاضر در رئال مادرید، به غیر از دروازه‌بان ها که احتمال گلزنیشان بسیار اندک می باشد، تنها 3 بازیکن هستند که هنوز در لالیگا موفق به گلزنی نشده است. آن بازیکنان فرلان مندی، براهیم دیاز و ایدر میلیتایو می باشد. باید افزود میلیتایو که تابستان گذشته برای رئال مادرید پیوسته بود، ذخیره سرخی راموس و رافائل واران است و تا حالا 662 دقیقه در لالیگا به میدان رفته و هنوز شانس گلزنی را به دست نیاورده است. فلان مندی، مدافع چپ فرانسوی رئال مادرید، رقیب مارسلو در جناح چپ می باشد و توانسته رضایت کادر فنی و هواداران را جلب کند، اما این بازیکن هنوز نتوانسته گلزنی کند. در کنار این، براهیم دیاز، بازیکن جوان رئال مادرید که زمستان گذشته از منچستر سیتی جذب شد، نیز تنها 23 دقیقه در لالیگا بازی کرده، اما در کوپا دل توانسته دروازه سالامانکا را باز کند. باید افزود اگر زیدان به او در لالیگا فرصتی بیشتری بدهد، شاید بتواند به فهرست گلزنان رئال مادرید اضافه شود. در همین حال، باشگاه بارسلونا آگاه شده است که در صورت تعلل در تمدید با آنسو فاتی شاید این بازیکن را از دست بدهند. به نقل از نشریه مارکا، آنسو فاتی در ابتدای فصل جاری و زمانی که لیونل مسی و لوئیس سوارز مصدوم بودند، شانس بازی در تیم اول بارسلونا را پیدا کرده و به بهترین شکل نیز از این فرصت استفاده کرده است. آنسو فاتی خیلی زود توانست چندین رکورد را در بارسلونا و حتی لیگ قهرمانان به ثبت برساند، ولی به تدریج و با بازگشت ستاره‌های بارسلونا او دوباره نیمکت نشین شد. اما بارسلونا خوشبین است که آنسو فاتی با کسب تجربه بیشتر در فصول آینده بتواند بر یک لیونل مسی جدید تبدیل شود و به همین دلیل با تمام پیشنهاداتی که برای وی رسیدن مخالفت کرده است. با ایدفزود، آنسو فاتی رکورد جوانترین گلزن بارسلونا در لالیگا و نیز جوانترین گلزن تاریخ لیگ قهرمانان را در اختیار دارد و طبق ادعای دو هفته پیش نشریه اسپورت، جوزه ماریو بارتومیو رئیس بارسلونا اخیراً پیشنهاد 100 میلیون یورویی برای این بازیکن را رد کرده است. بارتومیو به باشگاه خواهانی آنسو فاتی گفته است که این بازیکن فروشی نیست و روی او برای آینده حساب ویژه باز کرده است. این پیشنهاد از سوی باشگاه منچستر یونایتد بود. آنسو فاتی در بازی چند روز پیش بارسلونا برابر لگانه سوانیس یکی از 2 گلی تیمش را به ثمر برساند و تعداد گلهایش را به عدد 6 برساند. او 5 گل در لالیگا زده و 1 گل هم در لیگ قهرمانان به ثمر رسانده است. باید افزود قراردادی آنسو فاتی که 17 ساله است هنوز در سطح حرفه‌ای نیست و 1 سال بعد او اولین قرارداد حرفه‌ای خود را امضا می کند. قرارداد فعلی آنسو فاتی تا سال 2022 با بارسلونا اعتبار دارد که در آن بند تمدیدی مشروط نیز گنجانیده شده و رقم فسخش نیز 170 میلیون یورو می باشد. با ورود آنسو فاتی به جمع حرفه‌ای ها این رقم فسخ به 400 میلیون یورو افزایش خواهد یافت
قرار بود مذاکرات تمدید با اوزمیسان شروع شود، ولی شیوع ویروس کرونا همه چیز را به تعویق انداخت و همین باعث شد تا باشگاه‌های بزرگ مثل باشگاه منچستر یونایتد شانس خود را برای جذب آنسو فاتی امتحان کند. به نظر می رسد که بارسلونا حالا خطر را کاملا حس کرده و می داند که باید هرچه سریعتر برای تمدید قرارداد این پدیده جوان اقدام کند. احتمالاً پس از لیونل مسی آنسو فاتی اولین بازیکنی می باشد که بارسلونا به دنبال تمدید قرارداد با او خواهد بود. نظر شما در مورد این سه خبری مهم فوتبالی امروز چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین ویدیو با ما شریک سازید. تشکر از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.